سخن گفتن در رابطه با مسائل ایرانی زره دشوار این روزها به خاطر اینکه احساس میکنم پیش اتفاقات در ایران انقدر سخت شده من اول درود میگم به همه شما برای اینکه این امکان رو ما دادن که در رابطه با این مسائل مهم سخن بگوییم من فکر میکنم این چند ماه اخیر ما یک شروع یک جنبشی رو در ایران دیدیم این که فکر می کنم تمام کشور ایران رو متحول خواهد کرد و در باعث تغییرات بزرگی نه فقط در ایران بلکه در تمام خواهر میانه خواهد شد این به معنای نیستش که ما به آزادی و دموکراسی و یک دولت فدرال و سکولار نزدیک شدیم یا همین فردا یا پس فردا به اون هدف خواهیم رسید اما به معنای اینه که برای جهانیان امروز دیگه روشن شده که حکومتی که در ایران هست حکومت مردمی نیست و پاسخگو و جوابگو مشکلات و مسائل مردم ایران در این جامعه دیگه نیست و نمیتونه باشه دیگه این روشن شده و هیچ حکومتی در هی کش هیچ کشوری نمیتونه بگه که این رو نفهمیده این پیام این ملت رو نفهمیده که ملت راضی نیستند از رفتار این حکومت و از طرز حکومت در کشور ایران متاسفانه اون توقعاتی که شاید ما داشتیم از کشورهای غربی و دموکراتیک رو یک از رفتارشون دلسرد شدیم چون که بسیاری از کشورهایی که خیلی از دموکراسی و از حقوق بشر حرف میزنند در این تابستون و وقایع پس از تابستون نشون دادن که آماده نیستند که برای دفاع از حقوق بشر در ایران منافع مالی خودشون رو قربانی بکنند و این یکی از مشکلات بزرگ غرب و کشورهای دموکراتیک بوده در رابطه با کشورها و حکومت‌های خاورمیانه اینه که هیچ وقت مسئله حقوق بشر اولویت نداشته و همیشه مسائل تجاری و اقتصادی و امنیتی خود این کشورها بوده که اولویت داشته واقعا این یک ننگ برای جهان و برای دموکراسی این که امروز کشورهای غربی با ایران مذاکره می‌کنند با حکومت ایران مذاکره می‌کنند اما مسئله حقوق بشر رو در این مقطع تاریخی ایران از دستوری کارشون خارج کردند و مذاکرات در این مذاکرات هیچ حرفی از مسائل حقوق بشر و این رفتار خشنی که از حکومت ایران بینیم گفته نمیشه و من برام واقعا باعث تعجبی که حکومت ها مخ میتونن ادامه بدن و بگن که طرفدار حقوق بشرن با اینکه این رفتار رو از خودشون نشون میدن و واقعا یک پشت میکنن به واقعا به ملت ایران و کسانی که طرفدار دموکراسی هستند. من فکر میکنم کاری که ما باید بکنیم اینه که مبارزه بکنیم برای اینکه کشورهای غربی و اتحادیه اروپا و کشور سوئد سیاست خارجی خودشون رو تغییر بدن نه فقط در رابطه با ایران بلکه کلا در رابطه با کلیه کشورهای جهان من افتخار این داشتم که چند ماهی با خانم آنالیند همکاری بکنم اون زمان که من دبیر کل سازمان جوانان سوسیال مکرات سوئد بودم و ایشون به اصطلاح وزیر امور خارجه اون دولت سوسیال مکرات بود و واقعا اون موقع درک کردم که امکان داره که یک سیاست خارجی دیگه ای از کشوری مثل سوئد ببینیم یعنی ایشون شخصی بود که آماده بود به برای حقوق بشر و دفاع بکنه از حقوق بشر و حتی منافع مالی رو قربانی حقوق بشر بکنه یعنی امکان این هستش که ما یک سیاست خارجی دیگه ای از سوئد و کشورهای دیگه اروپایی ببینیم اما اگر ما بخوایم به اونجا برسیم و به مقطعی برسیم که اتحادیه اروپا در مذاکراتش با کشوری مثل ایران مسئله حقوق بشر رو فراموش نکنه باید خیلی بیشتر کار کرد روی احساب سوئدی و روی افکار عمومی سوئدی ببینید این رو نمیشه انکار کرد که بالاخره سوئد یک کشوریه که واقعا تمام ثروتش رو روی صادرات ساخته و یه بخش مهمی از این صادرات هم صادرات اجناسی بوده به کشورهایی که دموکراسی نبودند و حتی اجناس نظامی رو به اینجور کشورها فروخته و تونسته اینطوری ثروتش رو بسازه اما میشه این سیاست رو تغییر داد ولی واقعا باید فشار و با روی احساب سوئدی و حساب اروپایی در این رابطه من فکر میکنم که یک بود مسئله که بسیار مهمه اینه که ما نشون بدیم به کشورهای اروپایی و سوئد که استقرار دموکراسی و یک حکومت مردمی در ایران برای امنیت اروپا و جهان هم بسیار مهمه ما اگه ادامه اگه این حکومت ادامه پیدا بکنه در ایران و ما یه وضعی داشته باشیم که حکومت ایران از گروه های ضد دموکراسی و تروریستی در جهان حمایت بکنه ادامه بکنه ادامه بده این حمایتش رو معلومه که روی وضعیت امنیتی اروپا و کشوری مثل سوئد هم تاثیر خواهد گذاشت یعنی معنای حرف من اینه که اگر سوئد و کشورهای اروپایی از حقوق بشر در ایران دفاع بکنند از حقوق همه مردم ایران دفاع بکنند برای امنیت ملی خودشون هم کار کردند در, در دراز مدت چونکه یک حکومت مردمی و دموکراتیک در ایران برای جهان و امنیت جهان و امنیت غرب و اروپا هم بسیار مهم خواهد بود. من اینجا سخنم رو پایان میدم تا دوسته...